درود بر همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. در این برنامه آقای دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس، حضور دارند و پرسش هایی رو در باب وضعیت کنونی ایران با ایشان در میان می گذاریم. یکی از سایت های خبری زیر عنوان نگرانی فزاینده آینده روحانیون در ایران می نویسد روحانیون خود بیش از غیر روحانیون می دانند که اعتبار روحانیت در میان مردم سخت سقوط کرده است، آنچنان که حتی طلبه هایی که ناچار به رفت آمد در شهر و در کنار مردم هستند عبا و عمامه را می گذارند در خانه و با لباس غیر روحانی از خانه یا حوزه خارج می شوند. و از بگونه ایست که اگر سپاه بساط روحانیت را جمع کند مردم برایش کف خواهند زد. روحانیت به روی خود نمی آورد، اما در محافل به آن اعتراف می کنند. اجازه بدهید با آقای دکتر جلال ایجادی گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام بر شما. سلام بر شما جناب آقای مهری عزیز، سلام بر همه همکاران عزیز شما و همچنین سلام من بر همه ایرانیان عزیز در داخل کشور و در سرتاسر جهان. امیدوارم که همیشه خوب و خوب باشند، سلامت باشند و به خصوص نشاط خودشون از دست ندن، به خاطر اینکه به هر حال این دوران سخت، گرفتاری های بسیار عدیده و این شرایط بسیار سنگینی که در جامعه ما حاکم هستش قادر هستش که امیدها رو هم نابود بکنه. و بنابراین ما اگر دقت بکنه، علی‌رغم اینکه مشکلات وجود داره، به هر حال قدرت هایی هستش در دل این جامعه، امکاناتی وجود داره، شرایطی وجود داره که ما رو به هر حال مجبور میکنه که اون اپتیمیسم یا در واقع خوشبینی خودمون رو نگه داریم. امیدوارم که همیشه به هر حال همگی خوب و خوش باشن و همچنین شما دوست نازنین جناب آقای مهری عزیز که پیوسته این پرچم پلورالیسم فکری در عرصه رسانه ها رو بر دوش خود به جلو میبرید. خواهش میکنم. آقای دکتر ایجادی، یه مقدمه ای رو من در آغاز برنامه به نقل از یکی از سایت های خبری خواندم. شما شنیدین آن را؟ بله بله، اتفاقا این نکته ای که شما مطرح کردید خوانایی داره با آخرین مقاله من که در سایت های مختلف اتفاقا منتشر شده تحت عنوان بحران در بالا و پایین و خروج از حکومت اسلامی. این تیتر آخرین مقاله من هستش و اتفاقا این نکته ای که شما در اینجا مطرح کردید خوانایی داره کاملا با تزی هم که من در این نوشته خودم مطرح کردم و اون هستش که با این سوال آغاز میکنم که اساسا به اصطلاح بحران در قدرت سیاسی چیست؟ چه موقعی ما میتونیم صحبت از بحران قدرت سیاسی بکنیم؟ و اتفاقا بحران قدرت سیاسی همون لحظه‌ای هست که در بالا، یعنی هیئت حاکمه، یعنی مجموعه دستگاه حاکمه، به شرایط مختلف و بسیار بسیار سختی رو به اصطلاح تعقیب میکنن، میگذرونن، درگیری ها درشون افزایش پیدا کرده، نوعی وسوسه و نگرانی ها درشون رشد پیدا کرده، عناصر افرادش در واقع سازهای مخصوص خودش رو میزنن و از سوی دیگه هم پایینی ها، یعنی افراد مملکت، طبقات زحمتکش، طبقه متوسط، روشنفکران، دانشجویان و غیر و ذالک نسبت به بالایی ها اعتماد خود رو از دست دادند و یکی از برجسته‌ترین مسائلی هستش که در این لحظه میشه مطرح کرد. یعنی در ایران
مسئله این هستش که بحران قدرت سیاسی وجود داره، زیرا مردم ایران مسئله اعتماد به این حکومت رو کاملا از دست دادن. به چه خاطر؟ به این خاطر که وقتی که شما میشنوید و میگن که اینها دیگر باید برن و گولشون رو گم بکنن، و یا گفته میشه که به اینها به هیچ وجه اعتماد نمیشه کرد، اینکه گفته میشه که اینها همشون فاسد هستند، اینکه گفته میشه به هر حال اینها هیچ گونه مشروعیتی ندارند، همه و همه در کنار فعالیت ها و مبارزات و اعتراضات مردمی بیان این هستش که این دستگاه حاکمه که در درون این دستگاه از ولایت فقیه بگیریم تا اصولگرایان تا به اصطلاح اصلاح طلبان تا رهبران و به اصطلاح سرداران سپاه تا کسانی که بنیادها رو در واقع زیر کنترل خودشون قرار دادن تا مجموعه کسانی که در رأس شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند و غیر و غیره، همین ها اعضای این هیئت حاکمه و این طبقه حاکمه هستند و بین اینها اختلاف نظر هست، همچنان که ما میبینیم در تمام رسانه ها، و بین مجموعه اینها از یک سو و به خصوص جامعه نسبت به اینها اعتماد خودشو کاملا از دست داده. 40 سال گذشت و این اعتماد کاملا امروز شکسته شده، و این رو ما میتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه در شرایطی که به اصطلاح اعتماد سیاسی، اعتماد با پایینی ها نسبت به بالایی از دست میره، چه شرایطی رو با خودش به وجود میاره که به هر حال اگر لازم بود در بخش بعدی صحبت هامون به این موارد میشه اشاره کرد. آقای دکتر ایجادی، یک گزارشی چاپ شده زیر عنوان بعد از سرطان و سکته و اعتیاد، آمار جنون در ایران به سرعت در حال افزایش است. در این گزارش می‌خوانیم که سرطان، سکته، اعتیاد، تنفروشی، کارتون خوابی، بیکاری، هوای آلوده، فیلترینگ، پارازیت، اختلاف طبقاتی، سقوط اخلاقی در حکومت و سرایت آن به جامعه، اختلاس، رانتخاری، اینها پدیده های هر روزه ایران است. اما آمار یک پدیده دیگر هم اعلام شده است، افزایش شمار ایرانیانی که دچار جنون شدند. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است 70,000 بیمار روانی در نوبت دریافت خدمات هستند و 6,500 بیمار روانی مزمن مجهول الهویه نیز از بهزیستی خدمات دریافت می کنند. 30,000 نفر از افراد پشت نوبتی باید مستمری بگیرند. 30,000 نفر نیازمند مراقبت در منزل هستند. 10,000 نفر هم نیازمند شغل هستند. 100,000 بیمار روانی مزمن از بهزیستی خدمات می گیرند. 11,500 نفر از این تعداد در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می شوند. عجب آماری های دکتر، وحشتناک. بله، کاملا لیستی که شما مطرح کردید جناب آقای مهری عزیز لیست بزرگی از تمامی آسیب های اجتماعی و روانی هستش که در جامعه ما وجود داره، و البته از نظر متخصصین این گونه مسائل همیشه در ارتباط با مکانیزم‌های داخل جامعه نیست. به فرض میتونن افرادی باشن که دارای شکنندگی روحی باشن و بر اساس ناملایمت‌هایی که در زندگی شخصی و یا زندگی خانوادگیشون و همچنین شکنندگی‌های درونی و روانی اونها چه بسا به چنین شرایطی کشیده بشن. ولی امروز
برای بسیاری از جوامع از جمله جوامع غربی هم یک سلسله تحقیقات صورت گرفته که به هر حال یکی از عوامل اصلی که در ارتباط با ناملایمتی های روانی و روانشناسانه در جامعه به وجود میاد برمیگرده به اون مجموعه شرایطی که در اون جامعه وجود داره. شما نگاه بکنید اگر فردی دستخوش چنین به اصطلاح بیماری های مزمن آشکار و غیر آشکار میشه، این از جمله عواملش مجموعی فشارهایی هستش که در جامعه به اون وارد میشه. فشارهایی مانند بیکاری، زمانی که بیکاری اوج گرفته و زمانی که در واقع افراد در فقر و محرومیت به سر میبرن، حدود بر اساس خود آمار حکومتی 40 میلیون ایرانی در شرایط فقر وجود دارن و 20 میلیون اونها در فقر مطلق قرار دارن. و زمانی که شما نگاه میکنین که اینها امکانی برای زندگی با آرامش رو ندارن، فشار خانواده، فشار زن و بچه و یا مرد و در درون این خانواده ها، فشار اون محیطی که بهشون درش زندگی میکنند و مجموعه به اصطلاح امتیازاتی که اینها ندارن و بنابراین محرومیت هایی که دست خوشش هستن، خب همه اینها نتیجه منفی روی حس و آرامش انسان ها به وجود میاره. و به این خاطر هستش که ما باید توجه بکنیم متاسفانه در شرایط ایران همیشه آمار و یا تحقیقات دقیق روشن از جانب محافل دانشگاهی پخش نمیشه که ما ببینیم ابعاد قضیه واقعا چیست. یک، دو، این که اینها دارای کدوم ریشه ها هستن، چه عوامل اینها رو به وجود میارن. ولی شما در نظر داشته باشید کسی که در این سیستم قضایی ایران حقوقش ضایع میشه، حرف میخواد بزنه، این ریسک و این در واقع خطر وجود داره که مورد شماتت، مورد در واقع ضربه، مورد خشونت قرار بگیره و حتی به زندان بیافته. شما نگاه بکنید کسانی که به عنوان مال باختگان هستن، این مال باختگان شما به عنوان یک خانواده کوچک متوسط حدود 10 میلیون به فرض در این شرکت ها به صلاح سپرده دارید. زمانی که میبینید که هر چی که در زندگی خودتون جمع کردید اینها در واقع کاملا دود میشه و رو هوا میره و بنابراین برای آتی خودتون هیچ گونه امکان آرامش دهنده و آسوده ندارید، خب بناگزیر اینها فشار هستش. شما زمانی که نگاه میکنید که این جامعه، دختران جوان این جامعه مرتبا باید در واقع به قول معروف تاکتیک بزنن که بتونن خودشون رو از زیر خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر به اصطلاح در شرایط امنیتی خودشون قرار بدن. زمانی که ما میبینیم مادران و پدران نگران هستن وقتی که دخترانشون میرن بیرون و یا جوانانشون میرن بیرون، خب همه اینها عواملی هستش که توی ذهنیت انسان ها تأثیر میذاره. از نظر سازمان جهانی بهداشت میگه که سلامت چیست؟ میگه سلامت در برگیرنده 3 بُعد هستش: 1. سلامت فیزیکی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی. سلامت فیزیکی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما و یا من اگر چنانچه این نقص رو در فیزیک خودمون، در جسم خودمون داشته باشیم، این به هر حال تمام امکانات لازم رو برای فعالیت‌های عادی و روزمره جامعه نمیتونیم داشته باشیم. اگر فردی به فرض دستش قطع شده باشه، یک چشمش از دست داده باشه، بناگزیر یک بخشی از توانایی اونها محدود خواهد شد. و به این خاطر هستش که در جامعه و در درون شرکت ها به این توجه هستش که چگونه شرایطی به وجود بیاد که شرایط ایمنی باشه. 1. 2. اینکه سلامتی از زاویه روانی، سازمان بین المللی به اصطلاح بهداشت مطرح میکنه که مسئله این که شما وقتی نگاه میکنید که انسان ها دارای استرس هستند، دارای دپرسیون هستند، دارای روحیات بیمارگونی هستند، این افراد نمیتوانند
فعالیت عادی خودش رو در واقع تغییر بکنن و بناگزیر از محیط اجتماعی دور میافتن، از محیط اجتماعی فاصله میگیرن، ایزوله میشن، هیچ گونه روابط عادی با اجتماع نمیتونن داشته باشن و یک روند در واقع فزاینده از مسائل روانی اینها رو در خود میگیره و نقطه‌ای میرسه که اینها در اون قعر یک سیاهی فرو میرن و بنابراین به عنوان یک موجود اجتماعی دیگه قادر نیستن که چنین کاری بکنن. و مطرح میکنه که شما زمانی که در واقع سلامتی روانی رو از یک بخشی از جمعیت میگیرید، این جامعه در واقع یک بخش مهمی از ضرباتش متوجه این بخش جامعه خواهد شد و جامعه نمیتونه به درستی رو پای خودش وایسه و بالاخره مسئله سلامتی از نظر سلامتی اجتماعی میگه. و وقتی میگه سلامتی اجتماعی، اون سلامتی هستش که انسانها بتونن با آرامش خاطر و با صلح درون اجتماع با هم پیوندهای عاطفی و انسانی داشته باشن و همگوشی داشته باشن و بنابراین این سه تا بند پیوند مستقیم با هم پیدا میکنه. شما بنابراین یک بخشی از جامعه‌ای که جامعه ایران جامعه آسیب دیده، جامعه فساد، جامعه در واقع زورگویی، جامعه بی تربیت، شما نگاه بکنید افرادی که میرن در درون حتی سفارتخانه هایی که این جمهوری اسلامی در خارج کشور داره، اغلب افرادی که میرن در درون سفارتخانه ها از یک چیز مینالن به اون که بی تربیتی این افراد هستش. یعنی پرسنل سفارت ها دارای حداقل ادب، ادب رایج نیستن از اینکه به اصطلاح تو بگن، یک به اصطلاح سندی رو در مقابل فرد بیاندازن، برخورد درست نکنن، گرفته. و این تازه ما در غرب هستیم، در داخل کشور این همه تحقیری که در تمامی سیستم های دولتی و اداری نسبت به مردم ایران میشه، تمام مال در واقع مالخوری هایی که وجود داره، تمامی شرایط بسیار بسیار سخت اجتماعی و فرهنگی آموزشی که وجود داره، خب همین ها آدم ها رو بیمار میکنه. شما میتونید حس بکنید یک خانواده بهایی زمانی که در واقع نمیتونه راحت بگه که من بهایی هستم ولی حق دارم که چی؟ که نه تنها فکر و دین خودم رو داشته باشم، به خصوص حق دارم که در این جامعه دارای حقوق برابر باید باشم، یعنی دانشگاه رفتنم، کار داشتنم، تمامی مناسبات عادی همون چرا که دیگران میتونن بهره‌مند بشن منم بهره‌مند بشم. و زمانی که شما میبینید که این چنین فردی به لحاظ اینکه فکر دینی دیگری داره، پیوسته باید مخفی کاری بکنه، پیوسته باید در حسرت فرو بره، پیوسته این افراد در واقع مورد تجاوز حقوقی قرار میگیرن. خب تمامی این ماجراها به یک امر منجر میشه، اینکه این جامعه که عبارت از انسان‌ها هستن، این انسان‌ها به هر حال شکننده میشن. در درون زندان شما برخی انسان‌ها رو میذاری زیر شکنجه و یا فشارهای روحی، چه بسا رفتار اینها کاملا تغییر پیدا بکنه و اون چی که هم حتی رفتارشون بلافاصله تغییر نکنه، در تا ابد اون فشار رو با خودشون نگه میدارن. و ایران امروزی ما یک ایران در واقع پر از زشتی ها متاسفانه که ناشی از این حکومت هستش و بنابراین مردمان ما مردمانی هستند که بسیار آزار دیدن و این آزار دیدن این افراد، این محرومیت ها، این ستمکاری ها به ناگزیر در مناسبات روانی هم خودشو بروز میده و به این خاطر هستش که واقعا ما این شرایط باید شرایطی باشه که هر چه زودتر ما از درون این شرایط بیرون بیاییم. و یعنی چی؟ یعنی این که به هر حال این بالایی ها، یعنی با توجه به بحث قبلیمون، این بالایی ها یعنی این حاکمین که حاکمین کاملا عقب افتاده و مرتجعی هستند، کسانی که در واقع دارای فکر اعتقادات مذهبی خرافه گرا هستند، اینها برن به کنار و بنابراین صالحان و شایستگان بتونن برای این مملکت حکومت بکنن. آقای دکتر ایجادی، یه پرسشی شنونده ای از من کردند و از من خواستن که با شما در میان بگذارم و اون این است که یک رژیم در چه شرایطی سقوط می کند، چه عواملی وجود داره که یک رژیم رو
به سراشیب سقوط سوق میده. نکته آخر فرمودید یک دین رو به سراشیب سقوط سوق میده؟ نه خیر، یک رژیم رو. بله بله بله. یک سوال بسیار بسیار اساسی هستش که البته ما اگر با نگاه جامعه شناسانه و تاریخی نگاه بکنیم، به هر حال قدرت‌هایی که بر سر کار بودند و سقوط کردن کم نبودند. شما از انقلاب فرانسه میتونید نگاه بکنید در 1789 به انقلاب اکتبر در 1917 میتونید برسید، از اونجا به انقلاب چین در 1949 میتونید برسید، پس از اون به انقلاب کوبا میتونه برسید، پس از اون به انقلاب ایران میتونه برسید و همه و همه این انقلاب هایی بودن که قدرت هایی رو بر سر کار آوردن، منتها در شرایط هستش که قدرت هایی که بر سر کار هستن به نقطه ای میرسن که دیگه قادر نیستن و برابر این واژگون میشن، یا به هر حال بدون این که انقلاب قهرآمیزی به اون حد صورت بگیره این سیستم از هم پاشیده میشه، همون گونه که ما شاهد این قضیه بودیم در کجا؟ در روسیه، بعد از تحولاتی که در زمان گورباچوف اتفاق افتاد و مجموعه در واقع گسیختگی که در این جوامع در واقع اروپای شرقی به وجود آمد و این پارگی منجر به پایان دادن به نظام توتالیتاریسم سوسیالیستی در مستقر در این جوامع بود. ولی به هر حال یکی از جنبه های درس های تاریخی که ما میتونیم در نظر بگیریم این هستش که همون بخش اول، بحث اول ما، یعنی زمانی که جوامع در جوامع تحولاتی میگذره و این شکاف بین بالایی ها و پایینی ها واقعا گسترش پیدا میکنه و علاوه بر این بی‌اعتمادی نسبت به حکومت افزایش پیدا میکنه، اینها به عنوان کسانی که به هیچ وجه حقانیت، شایستگی و مشروعیت ندارن مورد در واقع حکم جامعه و قضاوت جامعه قرار میگیره و به خصوص جنبه‌ای که مهم هستش اینه که برها در چنین جوامی ممکنه شورش ها، اعتراضات و بسیاری از فعالیت های کاملا به اصطلاح اعتراضی و اعتصابات به وجود بیاد، ولی که همیشه ما باید توجه داشته باشیم که نیروهای حاکم، دستگاه حاکمه دارای یک ویژگی هست. این ویژگی یعنی چی؟ یک، دارای دستگاه سرکوب هست. این سرکوب، سرکوب در واقع نظامی، سرکوب پلیسی، سرکوب جاسوسی هستش و سیستم اداری که با این مرتبط هستن و از سوی دیگه دارای یک نظام ایدئولوژیکی هستش. این نظام ایدئولوژیکی یا دینی از طریق رسانه ها، از طریق برخی به اصطلاح مکانیزم های سازمانی، از طریق تمامی امکانات تبلیغاتی، مساجد، رادیو تلویزیون و غیر ذلک، همه این مکانیزم در خدمت چی قرار می گیره؟ از یک طرف میکوبند، از طرف دیگه چیکار میکنن؟ تحمیق میکنن. و به این خاطر هستش که جوامع میتونن علارغم این فشارهایی که موجوده از نظر اقتصادی اجتماعی، چه بسا نتوانند به اندازه کافی خود رو به یک نقطه‌ای برسونن که این در واقع منجر به دگرگونی و واژگونی بشه. چرا؟ به این خاطر هستش که به هر حال همیشه ما احتیاج داریم، یک جامعه احتیاج داره که در ضمن یک سیستم ساماندهی وجود داشته باشه. رژیم، همه رژیم ها دارای سازماندهی هستند، دارای سیستم تشکیلات هستند و شما در برابر این سیستم تشکیلاتی زمانی که پراکندگی کامل داشته باشید، زمانی که در واقع ستاد مشترکی نداشته باشید، دارای هماهنگی نباشید و دارای در واقع سیاست و دارای رهبرانی که بتونن با در واقع عقلانیت و با جسارت در ارتباط با این جنبش عمل بکنن، در حالت چنینی بنابراین باز پیروز شدن میسر نخواهد بود. بنابراین رژیم ها خواهند افتاد زمانی که میدونن و حس خود امروز فکر میکنه که ما رژیم نمیدونه که امروز واقعا به لحظات پایانیش رسیده، خودش حس میکنه، میدونه این قضیه رو. چرا؟ به چه خاطر؟ به این خاطر که جامعه نسبت به اون دهنکجی میکنه، جامعه اون رو در واقع نفی میکنه. گذشت،
آنچه که خود رژیم هم میگفت، میگفتش که این جامعه ایران 99% جامعه به اونها به صلاح لبه گفتن یا موافقت هستیم گفتن. پس بنابراین امروز اینها چی؟ اینها کاملا به صلاح طرفدار ما هستن. همچی چیزی نیست. بر اساس شما اگر دقت بکنین، من اتفاقا آماری رو داشتم نگاه میکردم در به صلاح برخی به صلاح رسانه ها، این جالب بود، خدمتتون میخواستم عرض بکنم اتفاقا با بحثی که الان دارید مطرح میکنیم. ببینید در سال 1358 15 میلیون، کمی بیشتر البته، 15 الی 16 میلیون نفر به جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی رأی دادند. در سال 1358 در حال حاضر این افراد، یعنی افرادی که رأی دادن، یا فوت کردند یا اونها بازنشسته هستند و افراد کمی از اینها افراد فعال بنابری هستند. بنابراین اکثر کسانی که امروز در این دوره های آخر رأی دادن، یعنی بر اساس آمار آخرین انتخابات، بیش از 58 میلیون رأی دهنده در ایران بوده. بیش از 58 میلیون. بنابراین 58 میلیون هرگز در اون رفراندوم جمهوری اسلامی که در یک شرایط کاملا نامناسبی برگزار شد، این 58 میلیون در اون دوران هرگز نبودن و برای اینها هرگز رژیم جمهوری اسلامی رو در کلیت خودش و این قانون اساسی رو چی مورد تایید قرار ندادن. بنابراین یک پروپاگاند صرف از جانب رژیم خواهد بود. امروز اگر اینها می توانستن و جرأت این رو داشتن که یک رفراندوم در مورد هستی خودشون در ایران اگر برگزار میکردن، شما به راحتی میتوانستید ببینید که بیش از 80% از کسانی که رای دهنده هستند نسبت به این حکومت نخواهند گفت و این مسائل رو رژیم هم میدونه. بنابراین شرایط رژیم شکننده هستش، زیرا اعتماد نابود شده، زیرا مردم علیه اون هستند، زیرا این مردم فقط به خاطر اینکه زندگی بکنند در واقع سعی میکنند شرایطی بر خودشون فراهم بکنند که برها به فعالیت های شغلی و فرهنگی خودشون ادامه بدن، ولی هیچ رضایتی از این رژیم ندارند و به این خاطر هستش ما در شرایطی هستیم که در واقع یعنی اعتراضات برمیخیزه، به دوره به دوره این اعتراضات بالا بیاد، هرچه بالا بیاد، هرچه ما به این از زمان انقلاب اسلامی دورتر میشیم، مضمون سیاسی این اعتراضات برجسته‌تر میشه، یعنی مضمون سیاسی علیه نظام ولایت فقیهی و سیستم سیاسی موجود در ایران، و این هم باز رژیم نمیتونه این مسئله رو در نظر نگیره، این رو میفهمه و به همین خاطر هستش که تمام تلاش رژیم در جستجوی این بوده که از همون ابتدا و تا امروز هر گونه فعالیت سیاسی تشکیلاتی، هر گونه فعالیت گروهی در ایران نابود بشه. کسانی که امروز به عنوان حزب و دسته های سیاسی هستن از آن خودی هاشون هستند، حدود 15 تا 20 تا گروهک های کوچک و بزرگ درون اصولگرا و اصلاح طلب، ولی هیچ گونه در واقع حزب و سازمان در درون اپوزیسیون رو نمیپذیره و حتی ضربات اخیری هم که به طرفداران محیط زیست وارد ساخت و اونها رو در واقع به زندان انداخت و یا یکی از دوستان برجسته این گروه رو، اینها رو، سید امامی رو در واقع اعدام کرد و یا به هر حال کشت در درون زندان، به خاطر چیست؟ به خاطر همین اینکه اینها کسانی هستند که دارای حداقل روابط تشکیلاتی و سازمانی هستند و به همین خاطر هستش رژیم میدونه که تنها راه ادامه بقای اون نابودی هر گونه اقدام تشکیلاتی هست در درون جامعه، زیرا اعتراضات مردم رو میگه من خفه خواهم کرد و زمانی که منتها این اعتراضات پیوند پیدا بکنه با امر تشکیلات، با امر یک رهبریتی که مورد اعتماد مردم باشه، اون موقع به ناگزیر لحظه پایانی قطعی رژیم فرا رسیده است. بسیار ممنونم آقای دکتر. در این میان بار دیگر آقای احمدی نژاد از خامنه ای برگزاری فوری انتخابات آزاد و ریاست جمهوری و مجلس رو درخواست کرده.
احمدی نژاد در یک نامه‌ای که امروز چهارشنبه دوم اسفند در سایت دولت بهار منتشر کرده تأکید کرده که چنین انتخاباتی باید بدون مهندسی شورای نگهبان، بدون دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاشتن مردم برای انتخاب برگزار شود. این درخواست احمدی نژاد در حالی مطرح شده که یکی از بزرگترین انتقادها به هر دو انتخاباتی که او را به ریاست جمهوری رساند به دخالت شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی در روند برگزاری انتخابات بود. آقای دکتر. بله خوب می بود که آقای احمدی نژاد در ضمن اشاره می کرد و در نامه خودش می گفت که اون دوباری که بر قدرت رسید، به ریاست جمهوری رسید، بر پایه تقلب و بر پایه در واقع انتخابات مهندسی شده و بر پایه حمایت کی؟ حمایت ولایت مطلقه فقیه در واقع این تونست به این لحظه ریاست جمهوری برسه. و این نکته‌ای که شما الان بیان می‌کنید الان چند جنبه داره. یکی این که به هر حال آقای احمدی نژاد به لحاظ سابقه و به هر حال تجربه‌ای که ما با این فرد داشتیم در جامعه‌مون، فردی هستش که فاقد صداقت هستش، فردی هستش که نمیتونه بیانگر امیدهای به اصطلاح مشروع جامعه باشه. البته نکاتی رو که ایشون مطرح میکنن نمیشه با این نکات مخالفت داشت و خود این بیان چیست؟ خود این بیان همون نکته‌ای که ما از ابتدا مطرح کردیم، یعنی بحران در بالایی هاست، یعنی بحران در درون حاکمیت هستش. و امروز آقای روحانی میاد میگه چی؟ میگه که بهترین راه این هستش که در مورد مواردی که ما مورد اختلاف نظرمون هست، ما یعنی بالایی ها، بیاییم رفراندوم بذاریم و دیگه دعوا نداره که ببینیم که چه پیشنهادی میتونه پیشنهاد اصلی باشه یا مورد توافق اصلی به اصطلاح اکثریت باشه، به این ترتیب مسئله حل بکنیم. یعنی داره نگاه میکنه و صحبت میکنه به کی؟ به آقای خامنه‌ای و اصولگرایان و همچنین سپاه پاسداران که بنابراین اگر اختلافی هستش بگذارید من کارم رو بکنم، این اختلافات رو به رفراندوم بگذارید، که بنابراین این رفراندوم درون خودی ها هستش. یک. دو این که جناح‌های به اصطلاح اصلاح طلب که اون لحظه ای که جنبش مردمی به پا شد در همین جنبش اخیر، چگونه اینها قد علم کردن برای در واقع خار کردن این جنبش، امروز اینجا اونجا مطرح میکنن که بله اعتصاب کردن حق هستش، اعتصاب کردن حقوق مهمی هستش که باید رعایت بشه و چه و چه و چه. و بنابراین اینها فقط میخوام بگم که بله اوضاع میتونه آقای خامنه‌ای کماکان به اصطلاح در رهبریت خودش باقی بمونه، مجموعه تناسب قوا کم و بیش بمونه، ولی کن به ما پست بیشتری بدین و برابر این مسئله بیرون رفتن از این بحران به این برمیگرده که مای لیبرال یا به هر حال اصلاح طرف چه میزانی موزه های خودمون رو در این سیستم تقویت که این هم هیچ ربطی با مردم و جنبش مردمی ما نداره. حال ما میدونیم امروز در واقع در سطح جامعه ما حدود 7-8 در واقع قاعده یا پیشنهاد یا فرضیه مطرح هستش. کسانی که میگن قانون اساسی مجلس مؤسسان رو باید در نظر گرفت، کسانی که مطرح میکنن که رفراندوم، منظورم نامه 15 نفری هستش که از کوشندگان به هر حال خارج و داخل کشور، اونها در واقع مسئله همه پرسی رو مطرح میکنن، رفراندوم رو مطرح میکنن، عده ای صحبت از این میکنن که برها باید حتما انقلاب کرد، عده ای بر این نظر هستن که سپاه پاسداران در لحظه ای که مرگ آقای خامنه‌ای هستش
قدرت رو از طریق قهر نظامی خودش در دست خواهد گرفت. عده دیگه نظرشون بر این هستش که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که این رژیم چه بسا از طریق اقدامات خارجی بتونه سرنگون بشه و غیر و غیره. و از سوی دیگه هم در کنار همه اینها جنبش های مردمی هستش. امروز آقای احمدی نژاد مطلبی رو که مطرح کردن یک تازگی نداره، بسیار توسط جنبش این مطلب مطرح شده. یک. دو، این که ایشون در واقع از اونجایی که هدفش امروز قصدش این استش که کسانی که با ایشون به اصطلاح جفا میکنن و کسانی که این افراد یا گروه ایشون رو به درون دادگاه ها میبرن که هر دو نفر، هر دو طرف افراد صالحی نیستن، هر دو طرف باندهای مافیایی هستن، یعنی چه کسانی که لاریجانی ها باشن و چه کسانی که طرفدار احمدی نژادی ها باشن، همه اینها ثروت های مملکت رو در واقع غارت کردن. آقای احمدی نژاد از نظر مجموعه این 8 سالی که بر سر این مملکت غلبه داشت، دزدی ها و فساد هایی که کرده باید جواب بده و ما هرگز به حکومت کنونی و دادگاه های موجود نمیتوانیم اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه تمامی این افراد، همه این افراد، کسانی که در رأس این پست های اساسی بودن خطاکار هستند و در یک دادگاه شفاف و مردمی در واقع مورد قضاوت بر اساس قوانین رسمی جهانی اینها مورد قضاوت قرار باید بگیرن. برابر این آقای احمدی نژاد در واقع امروز در لحظه‌ای هستش که خب میگه که حال که این مطالب رو بخشی از اپوزیسیون این حکومت میگه، منم بگم چه بسا به هر حال بتونم از این موقعیت برای خودم یک به اصطلاح شرایط جدیدی رو بسازم، یه آینده‌ای بسازم و از سوی دیگه یک فشار بیشتری به این حکومت وارد بیاره که این حکومت، شما مطمئن باشید اگر آقای احمدی نژاد و دوستان آقای احمدی نژاد در این دادگاه‌هایی که الان وجود داره و ما نمیدونیم درش چی هستش، اگر خامنه ای اعلام بکنه که این مسائلی دیگه اینا ندارن، همشون روسفید هستن و یک به هر حال اتفاقی افتاده و دیگه معلوم شده که اینها در واقع بیگناه هستن، اگر حکومت جمهوری اسلامی امروز چنین برخوردی نسبت به ایشون و دوستانشون در درون دادگاه‌ها بکنن، شما مطمئن باشید دیگه ایشون خاموش خواهد شد. و به این خاطر هستش که هرچند که ایشون نکاتی رو که میگن فی نفسه میتونه نکات درستی باشه، ولی ما اعتماد به هیچ کدوم از این بخشا نباید بکنیم. خواست ما، خواست مسلما یک به اصطلاح واژگونی این سیستم هستش، برقراری یک نظام مردم سالار هستش بر اساس دموکراسی، بر اساس قانون، نه بر اساس شریعت، بر اساس سکولاریزم، نه بر اساس قضای متکی بر قواعد الهی، قواعد شریعت شیعه و غیر ذلک. و به این خاطر هستش که ما و یا اپوزیسیون دموکراتی که در درون جامعه ما باید خط خودش رو پیش بگیره و در ارتباط با حرفای این گونه این افراد بهشون اعتماد نکنه و وسوسه اینها نشه. و من فکر میکنم که حداقل این پختگی رو مردم نشون دادن که امروز به لحاظ دو مرحله از خطاها و فساد احمدی نژاد، علارغم اینکه هر گونه به اصطلاح ترانه جدیدی رو هم وضع بکنه و به اصطلاح مطرح بکنه، اعتمادی که از دست رفته رو نمیتونه مجددا به نفع خودش کسب کنه. جناب آقای دکتر ایجادی، درگیری نیروهای امنیتی با دراویش گنابادی دیروز در تهران خبر اول روزنامه های جهان بوده. صدها نفر بازداشت شدند، 5 نفر کشته شدند و هنوز که هنوزه رژیم قصد حمله دیگری رو به اونها داره. این در شرایطی است که حتی خمینی در زمان حیاتش درباره هر گونه تجاوز به حقوق گنابادی ها گفته بود که این فعل حرامه و چیزهای از این قبیل با اصطلاحات خودشون. ولی امروزه، یعنی از 20 سال 25 سال پیش، در افتادن با نیروهای با دراویش گنابادی و مرتب اونها رو بازداشت میکنن.
نظرتون در این باب چیه؟ همونطور که میبینیم و میدانیم به هر حال جمهوری اسلامی بر پایه قانون اساسی متکی هستش که این قانون اساسی درش تبعیض دینی وجود داره، تبعیض جنسیتی، تبعیض فرهنگی، تبعیض قومی، تبعیض زبانی و تبعیض دینی درش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط اسلام رو به عنوان دین رسمی حیاتی برای کشور در نظر میگیره و اون هم در شکل و شمایل شیعه 12 امامی. و بند دیگه این رو مطرح میکنه که مسئله ولایت فقیه رو اضافه میکنه به این امر، ولایت فقیه. بنابراین این مطلب بیان و تجلی همون تبعیض هستش. شما در نظر بگید در جامعه ایران چند گونه فکر دینی، اعتقاد دینی وجود داره؟ شاید یک رقمی نزدیک 50-60 فکر و اعتقاد دینی یا آیینی وجود داشته باشه. خب بنابراین از نظر نظام موجود و از نظر هیئت حاکمه و ولایت فقیه مطلق تمامی این ادیان در واقع باطل هستن. اونهایی هم که نماینده دارن مانند یهودیان و مانند زرتشتیان و مانند ارامنه مسیحیان، اینها بر اساس برها حسابگری که از زمان انقلاب به وجود آمد هر کدوم از اینها یک نماینده داره، ولی میدانیم که هر کدوم از اینها دارای چه شرایط سختی هستن و از جمله نماینده در واقع شورای شهر که زرتشتی بود رو در واقع از شورای شهر اخراجش کردن. اینها مستبدان هستن، اینها همون جریان مافیایی مذهبی شیعه هستن که بر قدرت نشستند و تکه کردن. گنابادی ها، اینها هم یکی از جریانات درون اسلام هستن. اینها کسانی هستن که به هر حال خیلی توافق نظر با جناح شیعه دارن، متای مراتب یکی از اختلاف نظراتش این هستش که اگه اونها میگن ولایت فقیه، ما میگیم که به هر حال قطب در شرایط فقدان به اصطلاح امام 12. و بنابراین وقتی که قطب اینها میگن تمایل به نوعی عرفان دارن، بنابراین اون خود سیستم حکومتی و دینی موجود ولایت فقیه رو زیر سوال میبره. و اینها کسانی هستند که بارها بار توسط جناح‌های مختلف در درون حکومت به شکل آشکار مورد فشار، مورد سرکوب قرار گرفتند. من نمی‌دانم، ولیکن میزان بر اساس آمار غیر رسمی، چون آمار دقیقی که نیست، اینها دارای یک پایه بسیار گسترده در ایران هستند که به چندین میلیون اینها رو در واقع تخمین می‌زنند. و برابر اینها از نظر اجتماعی دارای یک قدرت بسیار بسیار مهمی در درون جامعه هستند. خب جمهوری اسلامی که هم سرکوب میکنه در واقع کمونیست رو، سرکوب میکنه بهایی رو، سرکوب میکنه دگراندیش رو، سرکوب میکنه روزنامه‌نگار آزاد رو، سرکوب میکنه زنان و دختران رو، سرکوب میکنه هر جریانی که در مقابل این رژیم به عنوان اپوزیسیون میخواد باشه، خب به ناگزیر انحصار طلبی، یعنی همین، اون و جز اون هیچ کس. این بیان همون انحصار طلبی بسیار بسیار تنگ نظرانی هست که نمیتواند تحمل بکنه که کسانی باشن و دارای نفوذ باشن و اون هم در چه شرایطی؟ در شرایطی که رژیم ایران داره در واقع تمام پایهاش ریزش کرده، تمام در واقع جامعه علیه اون شده. وقتی که میبینی که یک جریانی، جریان مذهبی که بر همون زمین سوار هستش که او منتها تفاوت داره، اینها دارن اوج میگیرن، اینها دارن روش میکنن، به طب حسادت اونها رو برمی‌انگیزونه، به طب اون انحصار طلبی اینها رو دو چندان افسایش میده. و به همین خاطر هستش که اینها علارغم اینکه بالانس های مختلفی زدن، چه در دوران آقای خمینی باشه و چه در دوران های دیگه اینا، ولی یک خط ادامه داره از همون ابتدا تا انتهای امروز باشه. اینها در واقع مخالف چند فکری و چند مذهبی در ایران هستند
در حالی که ما بر اساس لایسته باید بپذیریم تمامی گرایشات و ادیان حق دارند در یک جامعه زندگی بکنند، حق دارند آزاد باشند، حق دارند دارای زندگی اجتماعی و ابراز نظر باشند، ولی که از نظر خوب به اصطلاح امر لایسته هیچ دینی نباید در مصدر قدرت باشه و در عرصه اقتصاد، سیاست، آموزش و سیاست کشوری مداخله بکنه. بنابراین این قانون ما این است، لایسیته. و بنابراین زمانی که شما لایسته رو به هیچ ندارید، این رژیم پیوسته و پیوسته به در واقع خرابکاری ها، سرکوبگری های خودش ادامه خواهد داد. و به این خاطر استش که هیچ در واقع امروز حتی کوشش هایی هم باشه کوتاهیان، برای که دیدید که به نحوی آقای بسیار شریعت مداری که در رأس بسیار کیهان هستش، این فرد یک ایدولوگ هستش که من ایشون رو ایدولوگ فاشیسم اسلامی ارزیابیش میکنم و مطرح میکنه که چرا تا اونجایی که امکان داشت پلیس به کشتن و سرکوب در واقع این گناهبادی ها اقدام نکردش. و به این خاطر استش که به هر حال اختلافات اینا ادامه پیدا خواهد کردش. امروز گریبان گناهبادی ها رو میگیرن و خواهان این هستن که رهبر اینها رو به زندان بیندازن و چه بسا بکشن، زیرا حراس از این دارن که اینها رشد بیشتر پیدا کنن. و همین دوره و در همین لحظه هم شما یادتون باشه که همین در یک ماه اخیر یک گروهی از در واقع محیط زیست، افراد محیط زیست و چیز بسیار نابود کردن یا در زندان انداختن. و نکته آخر هم این هستش که با همین ماجرای به اصطلاح هواپیمایی که سقوط کرد و در درون این هواپیما 65 نفر از هممیهنان ما جانشون رو از دست دادن، 15 نفر از این افراد هم در زن افراد محیط زیستی بودن، متخصصین محیط زیست بودن. من علارغم این که طرفدار تئوری توطئه نیستم، ولی کماکان این فرضیه در ذهنیت من وجود داره که چه بسا این نیز اقدام سامان یافته از جانب حکومت اسلامی و پاسداران باشه که به این ترتیب نیروهای متشکل موجود رو هر جا که هستن در تحت هر لوا و هر پرچمی که هستن اونها رو ضعیف بکنه و چه بسا داغون بکنه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اجازه بدهید باز هم با شما گفتگو کنیم. سپاسگزارم از همیهنانی که به این نوع برنامه ها و اصولا همه برنامه های ما علاقه دارند و تشکر میکنم از آقای امیر کارگردان این برنامه. شب و روزتون خوش.